سلام، امروز سه‌شنبه 29 بهمن ماه، من شکوفه نبی‌زاده با بسته خبری شبانه 2020 همراه باشید. به گفته مدیر کل تامین اجتماعی استان کرمان، طی ده ماهه امسال حدود 3% در حوزه بیمه شدگان اجباری و 5% در حوزه بیمه شدگان آزاد تامین اجتماعی افزایش وجود داشته. کشتارگاه زرند به درخواست محیط زیست پلم شد. شاکری مدیر کل این سازمان به کرماننو گفته که اکثر کشتارگاه‌های استان کرمان موجب آلودگی محیط زیست می‌شوند و سیستم تصفیه فاضلاب ندارند. البته در پی این موضوع رشیدی مدیر کل دامپزشکی استان کرمان معتقد است که این مشکلات محیط زیستی تأثیری بر سلامت گوشت کشتارگاه‌ها ندارد. جوادی مدیرعامل مؤسسه مالی اعتباری ملل از افتتاح تلکابین کرمان که از کنار معبر شهید سلیمانی می‌گذرد در خرداد ماه سال 99 خبر داد. به گفته یکی از کشاورزان رودباری که اکنون با موزل فروش محصول خیار مواجه هستند، باید برای هر گونی 50 کیلویی کود 150,000 تومان پول بدهند. این یعنی با قیمت کنونی خیار باید 600 کیلو محصول بفروشند. مرکز دندان پزشکی افراد کمتوان و کودکان معلول با حمایت هلال احمر استان از امروز به صورت رسمی در قالب کلینیک دندان پزشکی بهسط 5 آغاز به کار کرد. مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان از ثبت ملی 5 اثر منقول فرهنگی تاریخی جنوب این استان بر اساس رأی شورای ثبت آثار کشور خبر داد. فردا هوای کرمان ابری است و گاهی افزایش ابر و در بعضی ساعات وزش باد پیش بینی شده. دمای هوا هم بین 4 و 19 درجه سانتیگراد متغیر است. شما هم میتونین سوژه‌های خودتون رو از طریق تلگرام به آیدی اصلا سی نیوزوان و از طریق اینستاگرام به آیدی اصلا کرمان آندرلاینو و همچنین از طریق واتساپ به شماره 935 344 005 برای ما ارسال کنید. خدا نگهدار.